با سلام و درود به سرویس خبر این ساعت از شبکه جهانی هزار آورد با من بلقیس بهار و همکارم ریحان رابی خوش آمدید سرخط اخبار هبت الله خونزاده شدن زندانیان در زندانهای طالبان را تایید کرد پسر خاله وزیر داخلی طالبان یک شرکت سیاحتی را در خوست مسدود کرد طالبان حدود ده خانواده دیگر را نیز در غور وادار به با کوشش باری کردند. جوبایدن گفت خروج از افغانستان تصمیم دشوار اما درست بود پلیس ایران دو زن افغان را در پی درگیری با یک زن ایرانی بازداشت کرده است و یک رسانه هندی افغانستان زیر سلطه طالبان یکی از شش کشور خطرناک برای سفر است مشروع اخبار هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در سفر به ولایت قندوز گفته است که گزارش درباره کشته شدن زندانیان در زندانهای این گروه دریافت کرده بود ارگ طالبان روز شنبه فایل سوتی سخنرانی هبت الله در سفر به ولایت قندوز را منتشر کرد طالبان در نوزدهم سنبله خبر داد که هبت الله آخونزاده به چند ولایت شمالی از جمله قندوز سفر کرده است بنا به فایل صوتی ملا هبت گفت که با او گزارش دادند که در یکی زندانها زندانیانی کشته شدند او افزود که پس از اطلاع از این موضوع با مسئول زندان تماس گرفت و پرسید که آیا این کشتارها به حکم محکمه انجام شده یا بدون حکم مسئول زندان در پاسخ گفته است که در جریان این وقایع نبوده و همکارانش زندانیان را کشتند رهبر طالبان گفت که غفلت مسئول زندان غیر قابل توجه بود و وی برای همیشه از صفوف طالبان اخراج و خانهنشین شد آخونزاده گفت که نظام خود را با غفلت مسئولان طالبان از دست خواهند داد پیشتر من منابع به افغانستان اینترنشنال تایید کرده بودند که طی سه سال گذشته 87 نفر بر سر شکنجه در زندانهای استخبارات طالبان جان باختند این منابع گفتند که افراد مذکور با روش های مانند شوک برقی خفگی غرق کردن در آب و شکنجه اندامهای جنسی کشته شدند بیشتر این زندانیان از نظامیان سابق اعضای جبهه مقاومت ملی و فعالان مخالف طالبان بودند منابع محلی در خوست میگویند که حاجی بهرام موسا مسئول طالبان در میدان هوایی خوست و پسر خاله سراج الدین حقانی وزیر امور داخلی این گروه یک شرکت سیاحتی را در این ولایت مسدود کرده و موتر شخصی رئیس آن را با خود برده است منابع روز چهارشنبه چهار میزان به هزار ورلد گفتند که این مقام طالبان یک کارمند دیگر شرکت سیاحتی الخلیج را نیز بازداشت کرده است بازداشت این کارمند از سوی طالب رد شده است بر اساس اطلاعات منابع این شرکت متهم به فساد و اختلاس نیست و مسئول طالبان در میدان هوایی خوست به هدف باجگیری آن را مسدود کرده است هرچند رئیس این شرکت از عبدالرشید عمری فرمانده امنیه طالبان در خوست و خلیل رحمان حقانی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان این گروه خواستار کمک شده اما به گفته منابع آنان تا کنون در این مورد اقدامی نیست. نکردند. بر بنیاد اطلاعات، پسرخاله حقانی برای پاسخگویی در این مورد به دادگاه طالبان حاضر نشده است. این مقام طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته و گفته نیست که موسا چند سال پیش با هزینه دو میلیون و دوست هزار افغانی برای بار دوم ازدواج کرده بود و در آن زمان با استفاده از چرخبال همسر دومش را از لوگر به خوست انتقال داده بود. در ادامه دستورهای کوچ اجباری طالبان در غور طالبان حدود ده خانواده دیگر را نیز در ولسوالی دولتیار این ولایت مجبور به ترک خانه هایشان کردند منابع محلی روز شنبه سی اون میزان به هزار ورد تایید کردند که جنگجویان طالبان در روزهای جیرگک دروازه و نرمته ولسوالی دولتیار دست به این اقدام زدند. به گفته منابع طالبان به دستور احمدشاه دین دوست والی این گروه در غور این خانواده ها را به اجبار کوش داده و افراد وابسته و قوم خانومش سردار را به جای آنان مستقر کرده است منابع تصریح کنند که والی طالبان برخلاف تصمیم کمیسیون سمع شکایاتی که دعوای حقوقی طرفین را به محاکم این گروه محول کرده با استفاده از قدرت خود دست به زده است این در حالی است که طالبان تی سه روز گذشته دست کم سی خانواده را در ولسوالی دولتیار به اجبار کوش دادند گفتنی است که طالبان دو روز پیش نیز خانه متعلق به ت محمد دهقانپور رئیس موقت پارلمان دولت پیشین را در ولسوالی دولتیار تصرف کرده بودند. رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جنگ افغانستان و او میراث مانده بود و او به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا پایان داد. جو بایدن گفت خروج از افغانستان تصمیم سختی اما درست بود. او افزود پایان جنگ افغانستان تراژیک بود و 13 سرباز آمریکا با دهها افغان گشته شدند جو تاکید کرد که به عنوان معاون باراک اوباما به با کاهش نیروهای آمریکایی در عراق کمک کرد او گفت زمانی که به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شد به جنگی که در دوره ریاست جمهوری چهار رئیس جمهور ادامه داشت پایان داد. آقای بایدن افزود که آمریکا القاعده را تضعیف کرد و عاملان حمله تروریستی 11 سپتامبر را به عدالت کشاند. بایدن گفت که هزاران سرباز آمریکایی در 20 سال حضور آمریکا در افغانستان کشته و بیش از 20 هزار سرباز مجروح شدند. او گفت ما به فداکاری آنها ادای احترام میکنیم. این آخرین سخنرانی جو بایدن با عنوان رئیس جمهور آمریکا در نشست مجمع عمومی اموی سازمان ملل است. پلیس ایران خبر داد که نیرو دو زن افغان را پس از درگیری با یک زن ایرانی در پارک در شهرستان شهریار تهران بازداشت کرده است پیمان فتاحی فرمانده پلیس شهریار گفت در پی مشاجره و درگیری بر سر بازی کودکان زن ایرانی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است فتاحی روز سه شنبه سیوم و میزان و خبرگزاری تصمیم گفت که درگیری لفظی و ضرب و شتم در پارک فردوسیه میان سه زن افغان با یک زن ایرانی صورت گرفته است او گفت که سپس پلیس در محل رویداد حضور یافت و دو زن مهاجر افغان را بازداشت کرد فرمانده پلیس شریر گفت پرونده توسط پلیس در دست بررسی است و پس از تکمیل به مراجع قضایی ارجاع داده می شود. تایمز آف اندیا با توجه به وضعیت امنیتی و حقوق بشری شش کشور شامل افغانستان، ایران، سوریه، لبنان، سودان و یمن را خطرناکترین کشور برای سفر عنوان کرده است. این رسانه روز چهارشنبه شنبه چهار میزان در گزارش نگاشته که افغانستان در چند سال اخیر گواه درگیری های شدید بوده است. بر اساس این گزارش شهروندان کشور و ویژه زنان در معرض تهدید دائمی قرار دارند. در گزارش تصریح شده است از زمانی که طالبان در سال 2021 دوباره قدرت را به دست گرفتند، این کشور همچنان با نقض شدید حقوق بشر و ویژه حقوق زنان که به طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف می شوند روبرو شده است. همچنان فقر در افغانستان زیر سلطه ی طالبان افزایش یافته و دسترسی زنان به تحصیل و کار نیز به شدت محدود شده است. اظهار سپاس و امتنان دارم که تا پایان سرویس خبری این ساعت ما را همراهی کردید تا برنامه بعد بدرود.